سلام رفقا، چطورین؟ من سوبی زیرام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. همونجوری که قولشو داده بودم قرار شد که یه ویدیو پرسش و پاسخ بذارم. سوالایی که استوری اینستاگرام ازم پرسیده بودید و همچنین سوالایی که توی کامنتای یوتیوب ازم پرسیده بودید رو جواب بدم. امروز روز موعوده، اون روز فرا رسیده و ویدیوی پرسش و پاسخ داریم. ولی قبلش اگه کانال سابسکرایب نکردین همین الان سریع بریم پایین و سابسکرایبش کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید، ویدیو هم حتما لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید، مثل همیشه بهم انرژی بدید. دمتونم خیلی گرمه. و اینکه پیج اینستاگرام دوباره الان آیدیش میاد زیر صفحه، اگه فالو نکردین حتما برین فالوش کنین تا یه تعدادی برسه و فعالیتم رو اونجا قوت ببخشم و اونجا هم دیگه فعالیتمو زیاد کنم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه که بخوام سوالا رو بخونم، یه بیوگرافی از خودم میدم تا سوالای مربوط به خودم یه سوالای شخصی دیگه نشون ندم، کلا یه بیوگرافی کامل میدم و از قید سوالا میگذریم. من اسم کاملم سبحان هاشمیانه، کاملش بخوام بگم سید سبحان هاشمیان، متولد 21 مهر 76، یعنی حدودا 23-24 سالمه. من اینکه دانشجوی پزشکیم اصلا نمیخوره بهم، چون کاری که دارم انجام میدم اصلا به پزشکی جور در نمیاد. دانشجوی پزشکیم، اهل قزوینم. و اینکه 3 سالم روسیه زندگی کردم و الان یه چیز حدود 1 ساله که برگشتم دوباره ایران. یه فکر نکنم چیزی بمونه بخوام توضیح بدم. بریم سراغ سوالا. خب میرسیم به اولین سوال. اینجوری که لطفاً یه توضیح و ترجمه از گزینه‌های خرید و فروش مثلا ریلیس فی و سل آپشن بده. خب من برای این کار میرم سراغ مسئله که خودم یه بازیکن الکی پیشنهادی بهش میدم، مثلا تو همین اسکوتینگ یه بازیکن میرم پیشنهاد میدم بریم تو واچ. خب مثلا میریم این دیاوارا رو پیشنهاد بدیم، میریم تو استاد ترانسفر نگوتییشن. این موردهایی که توی نقل و انتقالات وجود داره. مورد اول ترانسفر فی، مبلغی که ما باید به تیم مقصد که الان اینجا آس رومه پرداخت کنیم، که به طب هر چقدر بیشتر بشه تیم درصد این که با ما به توافق برسه و بازیکن به اون بفروشه بیشتره. گزینه بعدی سلینگ آن آپشنه، که این به صورت درصد الان 5%، 10%، 15%. این چیه؟ این در اصل مربوط میشه وقتی که ما میخوام یه بازیکن رو بفروشیم. مثلا به عنوان مثلا من دیاوارا رو میخرم همین 12 میلیون، بعد مثلا خوب بازی نمیکنه آخر فصل میخوام بفروشم به عنوان مثال 20 میلیون، مثلا سلینگ آن آپشن رو میزنم 10%، 10% اون 20 میلیون یعنی 2 میلیونش میرسه به آس روم، نه 18 میلیونش میرسه به من. سلینگ آن آپشن یعنی این، یعنی درصدی که از فروش بازیکن به تیم قبلی میرسه. بازیکن گزینه بعدی هم پلیرز تو بی تریدده، که تو اینجا میتونین مثلا تیکو میزنین، میتونین یکی از بازیکن خودتون انتخاب کنین و با اون بازیکن تاق بزنیدش. این 3 تا مورد مربوط به تیم مورد معامله ما بود. و موردهای بعدی که بهش میرسیم مربوط میشه به بازیکن مورد نظرمون. گزینه اول انوال سالاریه، که مربوط میشه به حقوق سالانه‌ای که به بازیکن قرار بدیم، اینم باز هر چقدر بیشتر کنیم بازیکن راضی‌تره. گزینه بعدی کانترکت لنسه، که مربوط میشه به مدت قراردادی که باش می‌بندیم، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله و 1 ساله، از 1 ساله تا 5 ساله هستش. گزینه بعدی که یکی از مهمترین گزینه هست ریلیس فیه، یا همون مبلغ فسخ بازیکن، که اینجا از هر چقدر بیشتر بشه به نفع شماست، ولی خب درصد اینکه قبول کنه میاد پایین، چون به این نظر میرسه که شما میخوان بازیکن رو بدوزید و اسیرش کنین تو تیم. خاطر من ترجیح هم اینه که وقتی شما میخوام بازیکن رو پیشنهاد بدین، اول ریلیس فیو نبرین بالا. وقتی که مثلا تو تیمتون داشت خوب کار میکرد، مثلا اون قضیه که مثلا من برای دوناروما بازیکن خوبم تو طول فصل باشون یه قرارداد جدید بستم و ریلیس فیشون هم بردم بالا، اونطوری کنین. وقتی که میخوام اولش به بازیکن پیشنهاد خریدش رو بدین، ریلیس فیو دست نزنین. 3 تا گزینه بعدش وجود داره که مربوط میشه به بونوسای مختلف، که اولیش اپرنس بونوس، مربوط میشه به مبلغ اضافه ای که وقتی بازیکن تو تیممون بازی میکنه به بازیکن پرداخت میشه، یعنی به ازای هر بازی که بازی میکنه، مثلا یه مبلغ الان مثلا میبینید سمت راست 2700 یورو به اون بازیکن میرسه. بونوس بعدی گل بونوسه، که همونطور که اسمش معلومه مبلغ اضافه ای که به ازای هر گل به بازیکن مورد نظر میرسه، یعنی هر گلی که بزنه
به عنوان مثلا اینجا 6300 یورو بهش میرسه. و گزینه بعدی وین بونوسه که باز از اسمش معلومه، بونوس یا مبلغ اضافی مربوط به بردنه، به ازای هر برد بهش یه مبلغی میرسه. سوال بعدی که ازم پرسیدن اینه که مستر لیگ پی اس پی سویکو نمیخواد تیمتو تغییر بدی، اصلا از میلان بری یه تیم دیگه؟ والا من برنامه‌م اینه که این فصل تا آخر جام جهانیش، یعنی این فصل تموم میشه، تابستون جام جهانی با اسپانیاه، وقتی جام جهانی تموم شد من این مستر لیگ پروندهشو ببندم، بعدش یه مستر لیگ دیگه شروع کنم که اون مستر لیگ خیلی خاص و خفنه و دیگه الان حرفی ازش نمیزنم و سورپرایز. سوال بعدی، بهترین گیمی که پلی دادی؟ بهترین گیمی که پلی دادم میخوام توی ژانرهای مختلف بگم. اگه بخوام از نظر داستانی بگم بهترین گیم، واقعا بهترین گیمی که از نظر داستانی داستانش من گرفتش، بازی دث استرندینگ بود که من توی همین کانال یوتیوبم هم اولین ویدیوام مربوط میشه به همین واکتور دث استرندینگ، اگه ندیدین الان پلی لیستشو میذارم بالای صفحه، بعد از این ویدیو برین یه سر بهش بزنین. خیلی بازیش قشنگه، تو نگاه اول بازیش خیلی بازی خشکی به نظر میرسه ولی وقتی بازی ادامه میدید خیلی بازیش بهتون میچسبه. از نظر داستانی به نظر من دث استرندینگ بهترین بازی بوده. تو بازی اکشن من خودم عشق سری آی جی آی بودم، آی جی 1 و 2 رو 50 بار تموم کردم و بی‌صبرانه منتظرم که تابستون 2021 بیاد و آی جی آی 3 منتشر بشه و اونو پلی بدم که 100 درصد تو کانالم میذارم واکتروشو. ورزشی هم که اصلا معلومه پی اس، اصلا حرفی برای گفتن نمیمونه. تو بازی جهان باز مطمئنا سری جی تی ای همشون، من با همشون خاطره دارم ولی خب اگه بخوام یه دونه شو نام ببرم جی تی ای سن اندریاس به نظر من از همه نظر کامل ترین جی تی ای بود. سوال بعدی هم که ازم پرسیدن میتونی از بخش آنلاین پی اس ویدیو بگیری؟ آره میتونم ولی خب یه مشکلی هست، اونم این که اینترنت خونه ما فوق العاده افتضاح و برای اینکه آنلاین بخوام پی اس بازی کنین با اینترنت سیم کارت نمیشه بازی کرد، اینترنت موبایل نمیشه بازی کرد، فقط اینترنت ثابت باشه. من باید یه فکری به حالش کنم، اینترنت رو اوکی کنم، حتما از مایکلا و بخش آنلاین بازی هم ویدیو میذارم. سوال بعدی که ازم پرسیدن اینه که بهترین بازیکنی که دوست داری؟ بهترین بازیکنی که الان داره فوتبال بازی میکنه از نظر من کریستیانو رونالدو، بازیکن مورد علاقه من در حال حاضر کریستیانو رونالدو، ولی اگه بخوام در طول تاریخ فوتبال بگم بازیکن مورد علاقه من تیری هانریه و من اصلا با تیری هانری عاشق فوتبال شدم. اولین لباس فوتبالم هم لباس تیری هانری، لباس آرسنال بود، من 6 7 ساله بودم گرفتمش. سوال بعدی که ازم پرسیدن استقلالی یا پرسپولیسی؟ اصلا من به نگام حرف گفتن بمونه، تو ویدیوام دو سه باری اشاره کردم من پرسپولیسی ام، شدیدم پرسپولیسی ام. و نظرم آدم پرسپولیسی نمیشه در طول زندگیش، پرسپولیسی به دنیا میاد و من پرسپولیسی به دنیا اومدم. سوال بعدی که ازم پرسیدن اینه که چرا با اینکه 11 ماه داری کار میکنی سابات تعدادش کمه سابسکرایبات؟ آره این اصلا میخواستم خودم یه دو توضیح بدم. اگه کانال من دقت کرده باشین تا دو سه ماه پیش اصلا اختصاص داده بودم به واکتور گیم‌های مختلف ولی خب نمیدونم چرا اصلا بازخوردی نداشت، شاید به خاطر اینکه مثلا گیمرهای خیلی معروفتری هستن که دارن همین کار انجام میدن مثل آریا کوکسر، شاید به خاطر همین بود که سابسکرایب نگرفتم. ولی دیگه یهو تصمیم گرفتم برم سراغ بازی که توش از نظر خودم حرفه‌ای ام، یعنی همین پی اس. و تو این دو ماه سه ماهی که اختصاص دادم کانالو به پی اس تعداد سابام خیلی بیشتر شد، یعنی تا قبل از اینکه من بخوام پی اس رو شروع کنم توی 8 ماه 9 ماه حدود 500 تا سابسکرایبر به دست آورده بودم، کمتر تازه 400 تا سابسکرایبر به دست آورده بودم، ولی تو این دو سه ماه اخیر نزدیک 300 تا 400 تا سابسکرایبر به دست آوردم و سرعت ساب تو این دو سه ماه خیلی زیاد بوده و به خاطر این بوده که تو این 11 ماه سابام کمه، چون 6 7 ماهش حتی بیشتر 8 ماهش رو پرت کردم. خب یکی از بچه‌ها توی کامنت‌های یوتیوب ازم سوال پرسید که چجوری میشه تیمی مثل بایر مونیخ که لیگ نداره به یه لیگ دیگه ببریم، مثلا بایر مونیخ رو ببریم سری آ. اینم میریم الان تو بازی توضیحش میدم قشنگ. برای این کار وارد بخش ادیت میشیم، یه جا داره کامپتیشن استراکچر این گزینه توش کلیک کنید، بخش داره اروپا، آمریکای جنوبی و آسیا. برای اینکه بخوام مثلا یه تیم اروپایی جابجا کنین رو توی گزینه اروپاش کلیک میکنید، لیگای مختلف باز میشه،
مثلا به عنوان مثلا من میرم سراغ خود آدر یورپین لیگ، مثلا بایر مونیخ رو روش کلید میکنم، میرم روی لیگ دیگه مثلا اینجا بوندس لیگا با این روی این پی اس یونایتد کلید میکنم، جای بایر مونیخ با پی اس یونایتد جابجا شد، عوض شد و بایر مونیخ اومد مثلا به بوندس لیگا اضافه شد و همینطور میتونید به لیگای مختلف ببرین دیگه. حالا من نمیخوام بازیو خراب کنم، همین تو بوندس لیگا میذاریمش اینجوری، پس کاری نداره به اون صورت. سوال بعدی ازم پرسیدن اینه که کدوم نسخه پی اس رو بیشتر دوست داری؟ قاعدتا فکر کنم این سوالو همه یکم شبیه به هم جواب بدن. از نظر من بهترین نسخه پی اس با اختلاف پی اس 2013 بود که واقعا نسخه کاملی بود. یه چیزایی داشت که بعد از اون حذف شد از بازی و نمیدونم چرا حذف شد. مثلا به عنوان مثال معرفی بازیکنش، مراسم معرفی بازیکنش خیلی حرفه‌ای بود. توپ طلا حرفه‌ای مراسمش برگزار میشد و خیلی چیزای مختلف. و بعد از اون پی اس 2016 رو من خیلی دوست داشتم. پی اس 2020 هم واقعا فوق‌العاده بود. ولی خب یه دونه از نسخه‌های پی اس که خیلی از نظر من خاطره انگیزه، شاید خیلیاتون بازی نکرده باشین، پی اس 2008 بود و اولین سری پی اس که اومد به نسل هفتم، یعنی این که برای ایکس باکس 360 و پی اس 3 منتشر شد، پی اس 2008 بود که برای من خیلی خاطره انگیزه. یه سوال ازم پرسیدن چرا وسط بازی هی سمت چپو نگاه میکنی اینطوری؟ چون من دو تا مانیتور جلومه، یه مانیتور که روبرومه گیم توش پلی میشه، یه مانیتور هم سمت چپمه تصویر خودمه موقع ضبط ویدیو و بعضی وقتا نگاه میکنم که قابم اوکی باشه، از قاب نزده باشم بیرون، به خاطر اون بعضی وقتا چپو نگاه میکنم. خب یکی بچه‌ها دو تا سوال پرسیده. سوال اولش اینه که رو پی سی میزنی؟ چه پچی ریختی؟ آره من رو پی سی بازی میکنم. پچی هم که ریختم اگه اشتباه نکنم پچ سایپس که من از سایت مودینگ وی دانلود کردم. اصلا تو گوگل سرچ کنین دانلود پچ پی اس 2021 براتون میاد. حالا حتما نه همین پچی که من گفتم رو به این دانلود کنید، شاید اصلا پچه بهتری اومده باشه، چون من همون روز دوم پچه ریختم و هنوز خیلی کامل نیست اون پچ. و اینکه سوال دوم اینکه نمای دوربین بازی، من با دوربین واید بازی میکنم، کلا از اول با واید عادت کرده بودم و به خاطر اون واید انتخاب کردم. خب رفقا سوال های اینا بود. یه تعداد دیگه هم سوال بود که سوالا خیلی اونطوری مهم نبود که بخوام تو ویدیو بذارم، وقت ویدیو رو بگیرم. مثلا یکی پرسیده بود ویدیو بعدی کی میذاری؟ مثلا سوال دو روز پیش پرسیده، الان بعد دو روز چه جوابی بدم بهش؟ این آخر ویدیو من یه نکته هم بگم، لطفاً دیگه تو کامنت های یوتیوب نپرسین که ویدیو بعدی کی میذاری؟ بعد مثلا شب بشه نگین چرا ویدیو نذاشتین؟ خب آدم بهش کار پیش میاد. و دیگه من این سوال این مدلی که ویدیوی بعدی رو کی میذاری و دیگه جواب نمیدم و من شرمندتون میشم، لطفا دیگه این سوال رو نپرسید. چون یه مثلا میگم امشب ویدیو میذارم، کار بازم پیش بیاد نمیتونم ادیت کنم، من شرمندتون میشم. به خاطر همین دیگه نمیخوام این سوال جواب بدم تا مشکلی پیش نیاد. رفقا مرسی که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردید، دمتونم خیلی گرمه که تا اینجا منو ساپورت کردید، حمایت کردید، قشنگ بهم انرژی دادید، کانالو از صرف برای من رسوندین تا اینجا، دمتون خیلی گرمه، مرسی. با همدیگه میخوام بریم سراغ اول هزارتایی شدن و بعد همینجوری پیشرفت کنیم، یه خانوادهمون رو بزرگ کنیم. دمتونم خیلی گرمه. اگه کانال من سابسکرایب نکردید همین الان بریم پایین سابسکرایبش کنید، چون بعدی که سابسکرایب نکنید و ویدیو رو ببینید بعدش ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید. دمتونم خیلی گرمه. و اینکه دیگه تا آخر این روند یوتیوب هم حتما منو حمایت کنید، به حمایتتون خیلی نیاز دارم. مرسی مرسی مرسی، دمتون گرم.